بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه در مورد این صحبت کردیم که تضمین کیفیت سرویس توی شبکه یکی از مؤلفه‌های مهم ارائه خدمات چند محتوایی یا چند رسانه‌ایه و برای تضمین کیفیت سرویس یه سری ابزارها و یک سری فعالیت‌ها توی شبکه باید انجام بشه تا این کار به خوبی قابل انجام باشه. یه سری از عملیاتی است که ما برای هر بسته یا پکت توی شبکه انجام میدیم که شیپینگ، پولیسینگ، کلاسیفیکیشن، اسکیجولینگ و کیو منیجمنت هست. یه سری هم عملیات هست که برای هر فلو توی شبکه انجام میدیم که ادمیشن کنترل، ریسورس رزرویشن، سیگنالینگ، راوتینگ و ریسورس منیجمنت هست. جلسه گذشته راجبه ادمیشن کنترل یه مقداری با هم صحبت کردیم و در مورد شیپینگ و پالیسینگ یه مرور مختصری به مفاهیمش کردیم. کلاسیفیکیشن و اسکیجولینگ و کیو منیجمنت هم موضوعی خیلی مهمی هستن که ما توی راوترها و سویچ ها برای ارتقاء عملکردشون و ایجاد قابلیت تضمین کیفیت سرویس از این خواص میتونیم استفاده کنیم. خب چی هن اینا؟ من یک کمی راجع به اسکیجولینگ صحبت کنم امروز. اصولا وقتی که شما یه سری بسته دارین که وارد یه سویچ یا یه راوتر میشن، این بسته هایی که وارد سویچ یا راوتر ها میشن برای استفاده از منابع این راوتر ها باید با همدیگه رقابت کنن. منابع این راوتر ها میتونن فضای حافظه یا توان پردازشی یا بافرینگ برای انتقال به یکی از پورت ها باشه. این منابع مشترک که همه بسته هایی که وارد یه سویچ میشن به نوعی از این منابع مشترک باید استفاده بکنن، بعضی از مواقع به اندازه کافی برای پاسخگویی به نیاز همه اون بسته ها نخواهد. خب در این حالت ما مواجه هستیم با یه منبعی که ظرفیت مشخصی برای پاسخگویی به نیاز داره و نیازهایی که بیش از اندازه اون منبع در واقع دارن به این منبع تقاضا میدن. پکت اسکیجولینگ در واقع مفاهیمیه که میخواد بگه در چنین مواردی ما چه مدلی عمل کنیم خوبه، یا اصلا چه مدلایی میشه عمل کرد و بعد این مدل ها چه فوایدی نسبت به هم دارن و چه نکاتی درشون باید در نظر گرفته بشه. اصولا اسکیجولینگ نیتش و هدفش اینه که بعضی از ترافیک ها رو به بعضی های دیگه اولویت بده، یعنی بگه مثلا این ترافیک از اون که ترافیک مهمتره و در نتیجه در شرایطی که ما اون منبعمون کمتر از میزان تقاضا هست، اون منبع پاسخگوی به تقاضاهای مهمتر باشه. این مهمتر بودن هم بر اساس اون نیازمندی اون ترافیکیه که در واقع میخواد از اون ریسورس استفاده بکنه. معمولا نتیجه خیلی مهم فرآیند اسکیجولینگ در این مشخص میشه که شما چگونه به چه بسته‌ای با چه اولویتی میخواین سرویس بدید. ساده ترین مدل اسکیجولینگ مدلیست که به نام فایفو شناخته میشه. فایفو چیه؟ فایفو میگه که اصولا ترتیب اختصاص دادن یه منبع به یه بسته به ترتیب ورودش به اون پردازنده است. در واقع مدل فایفو مدلیه که میگه خب من یه صفی رو قرار میدم، هر کسی که تو این صف قرار داشته باشه از اون ریسورس استفاده میکنه، از این پردازنده استفاده میکنه و این صف هم به نوبت، هر کی زودتر اومد زودتر، هر کی دیرتر اومد دیرتر. این مدل واضحه که هیچ تفاوتی بین بسته ها نمیذاره، تنها رفرنسش زمان رسیدن بسته است. اینجور نیست که بعضی از بسته ها اگه دیرتر رسیده باشن ولی بسته های مهمتری باشن زودتر پردازش بشن، نه، هر بسته ای تو صفش وای میسته. مثلا اگر دو کلاس داشته باشیم، یک کلاس معمولی یک کلاس خیلی بهتر و با اولویت بالاتر،
همه اون کلاس های بسته همه پشت سر هم هستن و اصلا ما کاری نداریم که کی اولویتش بیشتره و کی اولویتش کمتره. در نتیجه توی این مدل از سرویس دادن، چون ما هیچ تضمینی در مورد اینکه کی بهتره کی بدتر نخواهیم داشت، طبیعتاً ارائه کیفیت خدمات یا تمایز میان کیفیت خدمات ارائه شده به سرویس های مختلف امکان نخواهد داشت. اگر ما یه مجموعه ای از نودها داشته باشیم که داخل این مجموعه از نودها هر کدومشون برای سرو کردن بسته ها از مدل 5 استفاده بکنن، میزان تغییرات تأخیر بسته ها که همون جیتر هست با افزایش دادن این تعداد هاپ ها شروع میکنه افزایش پیدا کرده. جیتر از کجا ناشی میشه؟ جیتر تغییرات تأخیر دیگه ها. شما توی یه دونه نود وقتی وارد یه فایفو میشی، ممکنه این فایفو خیلی پر باشه که در چه بسته خیلی طول میکشه تا نوبتش بشه برای پردازش. ممکنه توی یه نود دیگه فایفویی که وجود داره خیلی خالی باشه، در چه نود خیلی زود پردازش بشه. چون رفتار آماری این که در چه نودی چند تا بسته توی صفحه اون هستند قابل پیش بینی نیست، شما توی هر نودی میزان تأخیرت میتونه از خیلی کم تا خیلی زیاد تغییر بکنه. و وقتی تعداد این نودها شروع میکنه زیاد شدن، طبیعتاً تفاوت بین بیشترین میزان تأخیر ممکن و کمترین میزان تأخیر ممکن هی زیاد میشه. کمترین میزان تأخیر ممکن اینجوریه که تو همه این نودها صفحه خالی باشه، در نتیجه شما تأخیر کم 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 داشته باشین. بیشترین تأخیر ممکن هم حالتیه که تو همه اینا صفحاش پر باشن، در نتیجه تأخیر زیاد 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 داشته باشین که جمع تأخیر میشه خیلی زیاد. در نتیجه اصولا وقتی شما توی نودا 5 استفاده میکنین، باید توازن باشه که به طور آماری جیتر پستهاتون رو به مقدار قابل توجهی دارین افزایش بدین. ما اصولا دو تا مفهوم داریم که این دو تا مفهوم خیلی برای اسکجولینگ مهم هستن. یه مفهوم اسمش هست فیر شیر. فیر شیر یعنی که یه سهم عادلانه اگه ما بخوایم به بسته ها بدیم چجوری باید فکر کنیم. الگوریتمای اسکجولینگ بعضیاشون هستن که سعی میکنن که یه اختصاص دهی داشته باشن که این اختصاص دهی یه اصولی رو رعایت کنه. یکی از اون اصول در طراحی الگوریتم های اسکیجول میتونه این باشه که بگیم که شما حداقل ریسورسی که میتونین به یک مجموعه از بسته ها بدین و سعی کنین مکسیمایز کنین. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا من مثلا فرض کنید یه مجموعه از بسته ها دارم که اینا بسته های مربوط به مکالمات وایس اوور آی پی هم. آیا میتونم این راوترهای میان راهی که این بسته های وایس اوور آی پی دارن توشون رد میشن و یه جوری مکانیزم اسکیجولینگ توشون درست کنم که حداقل تروپوتی که به این بسته ها اختصاص داده میشه توی این نودها گارانتی بشه؟ هر چقدر که اونجا شلوغ بلوغ بشه، یه حداقلی از ریسورس در اختیار این وای گذاشته شده باشه. و اون حداقل رو چجوری میتونیم هی زیاد و زیادش کنیم؟ برای همین اسمشو میذارن ماکس مین فیر شیر الوکیشن. یعنی الگوریتمایی که تلاش میکنن این حداقل فیر شیری که به یه دونه مجموعه از بسته ها میدین رو ماکسیمایز کنن تا جایی که ممکنه این بیشتر بشه. ولی این که من بتونم یه حد اقلی رو رعایت بکنم خیلی وقتا خیلی چالش برانگیزه. مثال خیلی بارزش اینه که فایفو اصلا این کار رو نمیتونه بکنه. یعنی شما تو فایفو به هیچ وجه نمیتونین گارانتی کنین که یه حد اقلی از میزان دسترسی رو برای یه بسته های خاص ایجاد کنین، چون اصولا بسته ها هیچ پرایوریتی نسبت به هم غیر از زمان ارایولشون نخواهند داشت. درسته؟
پس یه مفهومی که من میخوام تو ذهنمون جا بگیره در مورد طراحی اسکیجولرها، تضمین فرشر هست برای اختصاص دادن منابع به یک سری از بسته‌ها. یه مفهوم دیگه ای هم که توی الوکیشن و اسکیجولینگ مهم هست اینه، آیا ما میتونیم وقتی یکی از یوزرها به اندازه‌ای بیش از آنچه که عادلانه است میفرسته، میتونیم یه کاری کنیم که این روی پرفورمنس بقیه تأثیر نذاره؟ یه دونه کامپیوتریه که این کامپیوتر مثلا ویروسی شده، یه حجم خیلی زیادی بسته نامناسب داره جنریت میکنه توی شبکه. آیا ما میتونیم توی اسکیجولرمون نوعی عمل کنیم که بگیم هر کسی از یه اندازه‌ای بیشتر حق نداره از این ریسورس استفاده کنه؟ در نتیجه اگه خواست بیشتر استفاده کنه جلوشو بگیریم که حق دیگران رو نخوره. یه محدودیتی بذاریم، بگیم آقا یه استریم خاص از یه اندازه‌ای بیشتر نمیتونه از منابع ما استفاده کنه و اگه بیشتر بود جلوشو میخوام بگیرم و نذارم به بقیه لطمه بزنه. فایفو این کارم نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه یه حد اقلی برای کسی تضمین کنه، نمیتونه یه حد اکثری رو برای یه کسی کپ بذاره و بگه تو بیش از این نمیتونی. هر کی هر موقع آمد بستش اینجا نشسته. اگه یه کسی بود که یه مقدار خیلی زیادی بسته تو این فایفو میفرستا، ریسورس بیشتری هم از استوریج و هم از پروسسینگ سیستم خواهد داشت. درست؟ پس فایفو با وجود اینکه در نگاه اول الگوریتم بسیار معمولی و جالب و ساده ای میاد، اما به هیچ وجه یه اسکیجولر خوب حتما نیست. کاری که ما انجام میدیم اینه که از اسکیجولرهای یه کمی بهتری استفاده میکنیم که ساده ترین مدل اسکیجولر راوند رابین اسکیجولر. راوند رابین اسکیجولر میگه که شما مجموعه بسته ها به ترتیبی که خودت میخوای تفکیکشون بکنی، حالا اینکه رفرنس تفکیک چی باشه، هر آنچه که رفرنس مناسبیه. مثلا فرض کنید میگیم که بسته های وایپ رو از بسته های معمولی میخوایم جدا کنیم. مثلا ممکنه بگیم بسته هایی که مربوط به یه مبادی خاصی هستن رو میخوایم از هم تفکیک کنیم. مثلا بسته ها رو به تفکیک آی پی ادرس سورسشون میخوایم تفکیک کنیم، یا آی پی ادرس دستینیشنشون تفکیک کنیم، یا نوع بسته شون تفکیک کنیم، یا نوع سرویسی که میخوان از شبکه بگیرن تفکیک کنیم. هر رفرنسی که برای تقسیم بندی داشته باشیم، یه کلاسیفایری باید وجود داشته باشه که این بسته ها رو بر اساس اون شاخص تقسیم بندیشون کنه، بذارشون توی صفایه مجزا، که این همون فرآیند کلاسیفیکیشنه که خیلی خیلی مهمه. به محض اینکه شما بخواید اسکیجولینگ انجام بدین، قبلش باید تفکیک کنین، بگین کی کیه، که بعد بتونین نوع سرویسی که به هر کسی میخواین بدین از این بسته ها رو متفاوت کنین. توی راوند رابین ایده اینه که خب مثلا اینطوری که تو این شکل میبینین، شما بسته هاتون رو کلاسیفای کردین، توی صفای مختلف گذاشتین. توی راوند رابین میگه که شما به ترتیب از هر صفی یه بسته ای رو بردار و بعد دوباره برگرد سر جای اولت. یه بسته از زرد بفرست، یکی از سبز بفرست، یکی از قرمز، یکی از خاکستری، بعد یکی از بنفش، یکی از آبی، یکی از مثلا بنفش پررنگ، دوباره برگرد سر جات. و مثلا تو این مثال اگه دقت کنین، برای سری دوم مثلا دیگه توی این کیو شماره 4 بسته ای نیست، در نتیجه وقتی چیزی نیست خب میرین از کیو بعدی برمیدارید. در نتیجه راوند رابین معنیش درست کردن یه استریم TDM نیست که اگه اینجا خالی بود ریسورسش رو خالی نگه می‌داریم. معنیش اینه که نوبت رو به ترتیب می‌چرخونی. اگه کسی هم تو نوبتش بسته ای نداشت، خب میریم سراغ بعدی. این راوند رابین نتیجه خیلی واضحش این میشه که شما میتونین اون چیزایی که من توی اسلاید قبل گفتم رو تا حدودی حفظ کنین. چرا من میتونم توی راوند رابین مثلا این کار رو انجام بدم؟ دقیقا، درش اگه بخوام به یک کسی سرویس بدم، یه حد اقلی رو براش میتونم گارانتی کنم. این کار چی؟ میتونم یه کسی که داره بیش از اندازه میفرسته رو جلوی تأثیرش رو دیگران رو بگیرم؟
آره دیگه، هر کسی که داره زیادی چیزی میفرسته تو کیو خودش داره زیادی میفرسته، درنچه کیو خودش رو اوورفلو میکنه، به بقیه کاری نخواهد داشت. درنچه واضحه که یه راه خیلی خیلی ساده یه اینکه شما بتونین اون خصوصیات خوبو داشته باشین اینی که کلاسیفای کنین، از هم حساباشون رو جدا کنین و به ترتیب به اینها نوبت. خب این اصل خیلی کلیه راوند رابین، همونطور که میتونین حدس بزنین میشه یه ذره پیچیده ترش کرد. یه قدم پیچیده تر کردنش اینجوریه، بگیم که شاید تو بعضی از اپلیکیشن ها مثلا برای من این بسته هایی که زردن خیلی خیلی مهمتر باشه. در نتیجه من بخوام بگم که ببین این بسته های زرد دو برابر همه اینای دیگه برای من مهمه. نتیجه این که وقتی نوبت این صف شد دو تا بسته شو بردار، نوبت این شد یا این یا این یا این یا این، یکی یه دونه بسته بردار. این معناش اینه که یه وزنی به این صفحه اول میدم نسبت به بقیه و میخوام یه کمی اولویتش بیشتر باشه. خب طبیعتاً این مثالی بود که اولویت یه کسی دو برابر اونای دیگه بود. میتونین خیلی سریع اینو تعمیم بدین، بگین میتونه هر کدوم از این صفحه یه وزنی داشته باشه و به میزان وزنشون من سرویس بدم بهشون. وزن این باشه دو، این یک، این یکی سه، این یکی یک، این یکی پنج و همسلا. وقتی نوبت این بشه معنیش اینه که مثلا سه تا بسته رو از این برمیدارم. باز یه ذره جدیتر که فکر کنین میتونین بگین که خب کی گفته که من رفرنس این که به کی چقدر سرویس میدم بسته بسته باشه؟ واقعا بسته ها بعضی وقتا خیلی کوچیکن، بعضی وقتا خیلی بزرگ. شما ممکنه یه بسته ای داشته باشین طولش 100 بایت باشه، ممکنه یه بسته ای داشته باشین طولش 10000 بایت باشه. اینا که مساوی نیستن. چرا یه رفرنس رو برای اینکه سرویس مساوی بدیم بذاریم بسته، رفرنس رو بذاریم میزان داده ای که از توی اون صف برمیداریم. مثلا بگیم که هر دفعه که نوبت یکی شد من از اونجا 1000 بایت اجازه میدم که رد شه. حالا اگه 1000 بایت بهش اجازه دادم بسته هاش 100 بایتی بودن، خب 10 تا بسته میرم. بستهش 1000 بایتی بود، خب یه بستهش ببین. درسته؟ پس من میتونم رفرنس همو به جایی که بذارم بسته ها بذارم بایتی که از اون کیو رد خواهد شد. خب حالا اگه این کار رو کردم میتونین تو ذهنتون تصور کنین که حالا تو همین مثال من میگم به هر کسی که نوبت رسید 1000 بایتش رو میخوام بفرستم. حالا مثلا نوبت این صفحه خاکستری شماره 4 شد، بعد آمدم نگاه کردم دیدم این بسته ای که اینجاست 3000 بایته، چیکار کنم؟ میگم خب من که نوبتم به تو 1000 بایته، اگه میخوای بیا رد شو. میگه خب من 3000 بایتم، من که نمیتونم رد شم. میگیم دوباره برمیگردیم. حالا میگیم خب شما 1000 بایت میتونی رد شی، من 3000 بایتم. تشریف داشته باشید، دوباره برمیگردیم. خب این که رد شه، این که نمیشه باشه. میتونیم بگیم چیکار کنم؟ بگیم ببین 1000 بایت دفعه قبل نوبتت بود استفاده نکردی، اینو واسه ذخیره میکنم. دفعه دومم 1000 بایت بهت کردیت دادم، ذخیره میکنم. دفعه سومی که بهت رسیدم حالا 2000 تا کردیت داشتی، 1000 تا الان بهت میدم میشه 3000 تا، میتونه واسه 3000 تایید بیاد بره. ها این میگن دفیسیت راوند رابین، یعنی شما توی هر راوندی به یک کسی کردیت میدی، به اندازه کردیتش میتونه بسته رد کنه. اگه 1000 بایت کردیت بهش دادی بستهاش 100 بایتی بودن، 10 تا بستهش میتونه بره. اگه بستهش 5000 بایتی بود 5 دفعه نوبتش باید بشه تا یه بستهش رد شه، ولی 4 دفعه قبلش رو باید نوبتش رو نگه داری براش. درسته؟ یعنی باید حواست باشه که این مقدار کردیت توی اون لاین براش نگه داشته باشه. به اینم میگن دفیسیت راوند رابین. حالا اینایی که گفتم فقط اوورویو کلیشونه، تا دلتون بخواد در مورد این الگوریتما نحوه تحلیلش، اثراتی که این الگوریتما میتونن روی شاخصهایی مثل تروپوت یا جیتر توی شبکه داشته باشن و امثال هم بحث وجود داره، من فعلا فقط میخوام معرفی اولیه‌اشو بکنم. پس ببینید به این نوع روش ها میگن روش های اسکیجولینگ و خیلی خیلی این روش های اسکیجولینگ رایجن و به تدریج که ما شبکه هامون نیاز به جا به جایی مالتی میدیا توشون افزایش پیدا میکنه،
اینو مفاهیم از جاهای خیلی سطح بالا مثل راوترهای خیلی خیلی کامپلکس میان تا سطح سویچ‌های عادی هم یواش یواش بحثشون مطرح میشه. یعنی همین الان اکسس پوینت هایی که شما واسه وای فای میخرین خیلی وقتا توشون کوالیتی اف سرویس پشتیبانی میشه. چرا؟ برای اینکه این مفهوم مهم شده که بعضی وقتا من که دارم با لپتاپم کار میکنم دارم با اسکایپ کار میکنم، در نتیجه بسته هایی که دارم میفرستم وایس اوور آی پی ان، در نتیجه نوع نیازشون به تاخیر متفاوته با موقعی که دارم ایمیلمو چک میکنم. پس شاید لازم باشه که من یه جور همه بسته هایی که وارد اون اکسس پوینت میشه رو یکسان باهاشون معامله نکنم، درسته؟ لذا کلن داستان اسکیجولینگی که بسته خیلی مهم توی تضمین کیفیت سرویسه و حتما باید بهش توجه ویژه بشه. بله چرا پردازش بیشتره؟ آها، پس یه بخشی از پردازشمون بیشتره چون که قبل از این کلاسیفیکیشن میخوایم، درسته؟ یه بخشی هم بعد از این اسکیجولر میخوایم، درسته؟ هر دو اینا کامپلکسیتی رو اضافه میکنه. حالا کامپلکسیتی که اینجا اضافه میشه کامپلکسیتی خیلی خیلی زیادی نیست. اونی که تو اسکیجولره تو دیتا پته، اونی که بخشین تو این کلاسیفایره، برای اینکه باید هر پکتی رو نگاه کنه بذارتش جای خاص خودش. اما این یکی یه منطقیه که این منطقه سرعت اگزیکیوشنش به اندازه سرعت دیتا نیست. گوش میدی؟ این فقط باید بدونه چیزی که میخواد سرورشه تو کدوم کیو بخونه. این پیچیدگی خیلی زیاد نداره، فقط کافیه بافر منیجمنت خوبی داشته باشه. ولی در مجموع درسته، یعنی ما اینجا یه بهایی در افزایش پیچیدگی چه تو دیتا پت چه تو کنترل پت میپردازیم، ولی به جاش میتونیم یه تضمین سرویسی انجام بدیم. حالا یه چیزی، یه بحث خوبی که اینجا بهش توجه داشته باشین اینه، این نوع اسکیجولرا تأثیر خیلی واضحشون در مورد ریت هر کدوم از این استریم هاست و اینکه موازه باشیم کسی ریتش موجب تغییر ریت دیگران نشه. یکی از نکته هایی که توی شبکه مطرحه اینه که بعضی وقتا شاید برای بعضی از اپلیکیشن ها اینم مهم باشه که جیتر یه استریم خاص رو هم کنترل کنیم. درسته این سوال به ذهن خیلی ها رسیده بوده و بهش فکر کردن که آیا یه روش هایی هم هست که من بتونم جیتر رو کنترل کنم. جیتر رو کنترل کنم یعنی تغییرات مین تا مکس دیلی انتوئند یه دونه بسته رو سعی کنم زیاد نشه. یه بسته که یه تأخیر داره ولی یه مجموعه ای از بسته ها که مربوط به یه استریم هستن جیترشون اگه بخواد کم باشه، یعنی مینیمم دیلی این بسته هایی که مربوط به این استریمه با ماکسیمم دیلی که مربوط به بسته این استریمه خیلی با هم تفاوتشون زیاد نشه. واسه اینم خیلی کار انجام شده. من یه دونه مثالشو میزنم. اسم این الگوریتم هست فایفو پلاس. ایده فایفو پلاس چیه؟ ایده فایفو پلاس اینه که میگه ما توی یه دونه نودی که بسته ها واردش میشن من مثال خیلی سادهشو بزنم، فرض کنین که توی یه نودی که بسته ها میخوان از توش عبور کنن مثلا چهار گروه استریم مختلف داریم که اینا در واقع برای خودشون صفای جدای خودشون رو داشته باشن. این صفای جدایی که دارن طبیعتاً با پرایوریتی که بهشون داده میشه سرو میشن و از توی اینجا در واقع جمع میشن میان بیرون. طبیعتاً تو ورودی هم یک کلاسیفایری باید باشه که اینا رو توی صفحه مختلف بذار. حالا از این نودا چند تای پشت سر همش اگه داشته باشیم
برای هر کدوم از اینایی که توی بسته های توی صفحه های مختلف قرار گرفتن، اگه باز به هر کدوم از این استریم ها نگاه کنیم، مثلا فرض کنید این استریم A, B, C, D، برای استریم A افزایش تعداد این هاپا بازم جیترش رو زیاد خواهد کرد، چون که برای استریم A تو هر نودی باز دوباره من یه فایفو دارم که این فایفو ترتیب سرف شدن به ترتیب وروده، نشه بعضی وقتا تو بعضی از نودا این A ممکنه خیلی کوتاه باشه، کسی تو صف نباشه، بعضی از نودا ممکنه تو A افراد زیادی تو صف باشن. درسته که تکلیف A از B و C و D جدا شده، ولی خود A با هم دیگه بالاخره یه مجموعه از فایفو رو دارن درست میکنن و جیتر برای خود A زیاد میشه. حالا سوال اینه که اگه بعضی وقتا برای بعضی از این استریما خود اون جیتر هم خیلی برای ما مهم بود چیکار کنیم؟ فایفو پلاس پیشنهادش اینه، میگه که ما به طور متوسط برای عبور دادن یه استریم از یه دونه سویچ یه میزانی زمان میگذره برامون که این زمان معقول و متعارف اون استریمه و ما با اون زمان اوکی هستیم. مثلا فرض کنید برای استریم A زمانی که از وقتی بسته وارد اینجا میشه تا وقتی از اینجا در میاد مثلا هست تی A. خب این متوسطه ها، من میخواین یه علامت بار اینجاش بذارم که بگم برای استریم A این متوسط وجود داره. من دوست دارم که این اتفاق که برای هر نود بسته های مربوط به استریم A توی اون نود چقدر مطلع میشن حول و حوش همین تی بار بمونه، همین تی بار A بمونه، خیلی زیادتر نشه خیلی کمتر نشه، چون اگه کم و زیاد بشن بسته ها میشه جیتر. پیشنهاد این فایفو پلاسه اینه، میگه که برای هر بسته ای که وارد این سویچ شد یا این پردازنده راوتر، هر موجودی که الان بالاخره داره بسته رو شبکه پردازش میکنه، شما بیا برای یه بسته خاص موقعی که این بسته داره وارد میشه نگاه کن ببین زمانی که وارد شد کی بود، موقعی هم که داره خارج میشه ببین کی داره خارج میشه، برای هر بسته ای نگاه کن ببین زمانی که این تو طول کشیده تا از این جا بخواد بیاد بیره بیرون چقدره. مثال بزنم، فرض کنین این زمانه برای یه نودی مثلا باشه 5 واحد، حالا هر واحد زمانی. خب حالا یه بسته ای آمده، این متوسطه 5، یه بسته ای آمده خواسته از اینجا رد بشه، طول مدتی که طول کشیده از این رد بشه مثلا شده 7. پس این بسته به دلیل اینکه موقعی که وارد این نود شده احتمالاً این صفحه زیادی شروع بوده، یه 2 واحد بیشتر از اون متوسطه طول کشیده تا از اینجا رد بشه. خب یه دفعه یک بسته دیگه هم ممکنه رد شده باشه از اینجا و مثلا موقعی که رد شده مثلا عدد شده باشه 4.5. خب یکی یه ذره زودتر رد شده دیگه، نه؟ پیشنهاد این فایفو پلاسه اینه، میگه که این زمانی که طول کشیده اینا توی یه نود بودن و یه جوری تو هدرشون یه مارک بذاریم، بگیم که این بسته مثلا فرض کنیم بسته شماره 756 بوده، این بسته شماره 1028 بوده، حالا هر بسته هر شماره J و K، این بسته شماره 756 توی این نود یه 2 واحد زمانی زیادی معطل شده، در نتیجه یه مارک بذاریم روش، بگیم نود بعدی موقعی که این بسته رسید به تو یه کمی زودتر پروسسش کن. واسه بسته 1028 من بگیم این متوسطش 5 واحد طول کشید بعد میکشی، این 4.5 واحد طول کشیده، نود بعدی این بسته 1028 من تو میتونی یه کمی هم دیرتر بهش سرویس بدی. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه توی هر نودی موقعی که بسته دارن میان بیرون یه تگایی روشون بزنیم که این تگا نشون بده نسبت به این متوسطه عقب افتاده اند یا جلو افتاده اند و چقدر جلو یا عقبه،
و توی نودای بعدی موقعی که میخوان تو صف خودشون بشینن، ترتیب پرایوریتی که بهشون میدیم، اونایی که یک کمی دیرشون شده رو زودتر صرف کنیم، اونایی که یک کمی زود رسیدن رو، خب اشکال نشته باشه یه ذره تاخیر داشته باشیم تو سرویس دادن بهشون. در نتیجه نشستن بسته ها برای سرویس گرفتن به زمان تأخیرشون توی نود قبلی ربط داشته باشه، نه به ابسولوت ارایول تایمشون نسبت به این نود. به این ترتیب شما چون به بسته هایی که یک کمی دیرشون شده زودتر سرویس میدین، به بچه به اون بسته هایی که خیلی تأخیری ندارن، زیادم لازم نیست بهشون تعجیل کنین توی سرویس دادن، جیترتون رو کاهش میدین دیگه، یعنی تفاوت ماکسیموم مینیموم تأخیرتون رو کاهش میدین. این یه ایده است. خب حالا انواع ایده های شبیه این هم هست، ولی رفرنس معقول و منطقی پشت سر همشون اینه که ما بیایم در مورد زمان گذشتن بسته ها از لینک ها یه اطلاعاتی رو ثبت کنیم و این زمان رو به نوعی در پروسسینگ بسته ها دخالت بدیم. درست شد؟ پس این اسکیجولینگ میتونه بعضی وقتا با تفکیک نوع سرویس باشه، بعضی وقتا با ملاحظه کردن زمان سرویس. هر دوی اینا الگوریتم هایی که میتونن اسکیجولینگ یک بسته در استفاده از ریسورس های پردازشی یک نود رو تحت تاثیر قرار بدن. خب یه موضوع مهم دیگه توی بحث کیفیت سرویس مدیریت صف هاست، مدیریت بافر ها. من یه بار قبلا توی درس شبکه براتون توضیح دادم که اصولا چرا بافر منیجمنت یه موضوع مهم توی دیزاین راوتر ها و سیستم های پکت پروسسینگ محسوب میشه. اگه یادتون باشه راجع به این صحبت کردیم که بافر یه مموریه که همینطور که تو این شکل کشیدم بسته ها توش ذخیره میشن و بعدش یه پردازشگری از این مموری میخونه و این پردازش رو انجام میده و اون کاری که باید رو هر بسته انجام بگیره رو اون کار رو صورت میده. چرا مدیریت این بافر خیلی مهمه؟ باطن این که خیلی از وقتا آنچه وارد این این مجموعه از حافظه میشه بیش از اندازه ایه که شما برش در نظر گرفتید. خب سوالتون ممکنه باشه که خب چرا ما خب هی طول اینو بیشتر نمی کنیم؟ خب کمه، خب مموری بیشتر نظر گیم. مگه مموری یه چیز خیلی حالا پیچیده ایه؟ مموری زیاد کنیم دیگه. پاسخش اینه که اولا مموری هایی که من الان راجبش دارم صحبت میکنم مموری های دیتا پس هم یادتونه راجع به صحبت کردیم، مموری هایی هن که نرخ آی او بسیار بالایی باید داشته باشن توی راوترها، مخصوصا وقتی شروع میکنین نرخشون رو افزایش دادن، تروپوتی که باید از توی این راوتر رد بشه باید توسط این بافرهاشون هندل بشه و در نتیجه سرعت آی او بافرهای قابل توجه میشه. در نتیجه این بافرها موجودات حیاتی و مهمی هستن و ضمناً موجوداتی هم هستن که در تمام طول مدت آپریشن سیستم تحت بار شدید هستن، در نتیجه هم از نظر پرفورمنس هم از نظر ریلایبیلیتی باید خیلی خیلی خوب عمل کنه. نکته دوم هم اینه که بافر منیجمنت فقط اینجوری نیست که شما طول بافر رو زیاد کنید مسائلتون حل بشه. وقتی طول بافر رو زیاد می‌کنی در واقع تأخیر نودایی که تأخیر بسته‌هایی که تو این صفحه منتظر هستن هم به همون نسبت زیاد میشه، هر چقدر این صف طولانی‌تر باشه بسته‌ها بیشتر توش میشینن. در چه سوال خیلی مهمی که مطرح میشه اینه که اصولاً مدیریت بافر روش خوبش چیه؟ چجوری اگر بافر ما بیش از آنچه که مطلوب بود داشت واردش میشد بسته مدیریتش کنیم؟ چیکار کنیم؟ خب یکی از روش های خیلی خیلی واضح و سنتی روش تیل دراپ. روش تیل دراپ خیلی ساده میگه که خب کاری نداره که شما یه بافر داری، برای این بافره یه ترشولدی میذاری، میگی هر وقت تعداد بسته‌های موجود در بافر من از این ترشولد رد شد
بسته‌های جدیدی که میان رو بنداز دور، وارد بافر نشه. به این میگن تلرا. در نتیجه شما فقط به شرطی بسته یو میگیرین که به اندازه این حدتون بافر پر نشده باشه. خب حالا مشکلایی که این تیل دراپ داره چیه؟ اولا که توی تیل دراپ شما به هیچ وجه هیچ تمایزی بین این که این بسته هایی که اینجا کی مال کیه قائل نمیشید. در نتیجه ممکنه یه استریم خاص همه بافر شما رو پر کنه و شما از هیچ استریم دیگه هیچ بسته قبول نکن. اصولا شما تفاوتی بین بسته هایی توی یه دونه بافر تلدرا قائل نمیشی. این توی خیلی از زمینه ها خوب نیست. نمیتونیم تفاوت بین بسته ها ایجاد بکنیم. یعنی استریم های مختلف کیفیت سرویس مختلف نمیتونن داشته باشه. نکته دوم هم اینه که شما در شبکه ای که از نودای تلدرا استفاده میکنید، چون که این بسته ها در واقع بافر رو در حالت پر بیشتر وقتا نگه میدارن، یعنی شما اجازه میدین بافر تا اینجا پر شه، از این به بعد که بسته رو دراپ میکنی، اگر در ورودی یه دونه بافر یه برست از داده ها داشته باشید، بیشتر وقتا ظرفیت پذیرشی برای یه برست داده نداری، چون بیشتر وقتا این بافرتون در حالت پر به سر میبره. این که شما نتونین یه برست بپذیرین در پرفورمنس شبکه خیلی وقت تأثیر بد میذاره. یعنی بافرای ما اگه بیشتر وقتا در حالت پر باشن یا نزدیک به پر باشن، لب به لب باشن، تصور کنیم مثل یه سطلی که این سطل بیشتر وقتا لب به لب باشه، این یه پارچ آب اضافه هیچ وقت نمیتونه تحمل بکنه، همیشه یه قطره یه قطره فقط میشه توش ریخت. و با توجه به اینکه خیلی وقتا ترافیکای شبکه برستیان، برستی بودن ترافیک با پر بودن بافرای تیل دراپ با هم رابطه خوبی خیلی وقت ندارن و این پرفورمنس شبکه رو میاره پایین. حالا میبینید من یه مثال سیمولیشنی میزنم براتون فرق این دوتا رو توی عمل تا حدودی میبینید. در واقع یه نظری که تو دیزاین شبکه هست اینه، میگه که حد و اندازه هایی که ما در مورد صفهامون میذاریم، هدف و منظورش نباید این باشه که بگه ما دوست داریم صفامون همیشه انقدر پر باشن، بلکه باید هدفش این باشه که بگه ما برستای تا این اندازه رو تو شبکه میتونیم مدیریت کنیم. مثلا فرض کنید ما بگیم صفای ما طولشون 500 بایته، یه نگاه میتونه این باشه که اصولا شبکه ما یه جوریه که صفاش همیشه 500 بایت توش بسته وایستاده. یه مدل دیگه هم میتونه اینجوری باشه که بگیم ما صفایی داریم که تا 500 بایت اگه برست اومد کماکان شبکه حالش خوب میمونه. ها این یه نگاه دیگه است. یعنی میگه لیمیتای کیو تا حدودی باید به این دومیه نزدیک باشن که بگن ظرفیت برست پذیری ما چقدر توی شبکه خواهد. حالا پیشنهادایی که واسه مدیریت بافر هست، دو تا از پیشنهادهایی که خیلی جالب نیستن ولی میتونین لااقل بهش فکر کنین، لااقل اسمش شهیده باشین، یکی رندوم دراپ آن فوله. رندوم دراپ آن فول یعنی موقعی که بافر پر شد اینجوری نباشه که اونی که آخر از همه آمد و بندازی دور، اینجوری باشه که وقتی میبینی یه بسته جدید میخوای بگیری، یه بسته از اینایی که موجودن رو رندوم بنداز دور. ممکنه اونی که رندوم میزه این وسط باشه، این اول باشه، این آخر باشه، یه بسته رندوم بنداز و این ورودی رو بگیر. یه مدل دیگه هم اینه که دراپ فرانت آن فوله، یعنی اگه یه بسته جدید آمد شما این بسته‌ای که از همه بیشتر تو صف تا حالا معطل شده بوده رو بنداز دور، ولی این ورودی رو بگیر. که هیچ کدوم اینا در واقع منطقشون اینجوری نیست که ظرفیت برست پذیری بافر رو افزایش بدن، اما تا حدودی اون سوال اول رو بهش پاسخ میدن. و اون سوال اوله اینه که آیا میشه من یه کاری بکنم که یه دونه کانکشن لزوماً دامینیت نشه توی یه دونه بافر. این دوتا روش جلوی اینو تا حدودی میگیره. چرا جلوی اینو تا حدودی میگیره؟ چی؟
رندوم از اونی که مثلا یه عالمه بسته داشته توی صف بوده و حضور داشته یه چیزی رو دور میندازه، از اونی که تازه رسیده یه چیزی رو قبول میکنه. ها نه چه اینجوری نیست که لزوما به اونی که از صف خیلی استفاده زیادی میکرده ما از قبل تو صف بوده اولویت بیشتری بدیم. نه، ممکنه اونی که داره وارد میشه اولویت داشته باشه، اونی که تو صف بوده قبلا هم بوده رو بندازیمش دور. اما واقعیتش اینه که توی الگوریتم های مدیریت بافر، الگوریتم رد میشه گفتش که جزو الگوریتم های خیلی مشهوره، مخفف رندوم ارلی دیتکشنه. رندوم ارلی دیتکشن میگه که من در مورد تصمیم این که بسته جدید تو شبکه توی کیو بپذیرم یا نپذیرم یه ذره آماری میخوام عمل کنم با احتمالات. مدل چیه؟ من شاید خوب باشه مدل رو از روی این شکل توضیح بدم. مدل رد اینه، میگه من متوسط طول بسته هایی که توی بافر هستن و اگه توی محور افقی نشون بدم، محور عمودی هم احتمال دراپ کردن یه بسته باشه. من میگم که کلن این کیو من سه تا استیت داره، یا خیلی توش بسته کمه که یعنی متوسط بسته های موجود در کیو از یه مینیمم ترشولدی کمتره، خب در این حالت هر بسته بیاد میپذیرمش، مشکل نیست، یا از یه ماکسیمومی بیشتره که در اون صورت هم جا ندارم بپذیرم، اونم 100% هر بسته بیاد دراپش میکنم. اما این وسط رفتارم اینجوری خواهد بود که از یه مینیموم طول صفحه بسته ها اگه تعداد بسته ها بیشتر شد، وقت میام این کارو میکنم، میگم برای هر بسته جدیدی که میاد به احتمال خاصی اون بسته رو دور میندازم، که اون احتمال هر چقدر که طول صف بیشتر باشه احتمال بیشتر میشه، هر چقدر طول صفحه کمتر باشه احتمال کمتر میشه. خود اون احتمال تابع طول موجود صفحه، نه متوسطش، طول این صفحه که الان من دارم مشاهده میکنم. یعنی ببخشید جمله رو تصحیح کنم، اینجوری نیست که ترشولد های فیکس برای کیو داشته باشم، به وضعیت موجود صف که در یه بازه زمانی معقولی متوسط گیری شده نگاه میکنم. این بازه زمانی معقول میشه بستگی به اپلیکیشنتون تنظیم بشه که این بازه زمانی رو چجوری ستش میکنم. در چه الگوریتم در واقع مدیریت کیو اینجوری میشه، میگه هر وقت که یه بسته جدیدی آمد شما متوسط طول کیو رو برو محاسبه کن. این متوسط طول کیو رو هم معمولاً میتونین از درس شبکیاتون میاد که معمولاً از این متوسط گیری های با دیکی اوریجینگه، یعنی یه بخشی از هیستوری گذشته به علاوه اینستانتینیوس ولیو میشه متوسط. بعد میگه خب این متوسط رو که حساب کردی، در واقع هدف این متوسط اینه که نقطه کار روی محور رو من پیدا کنم، ببینم اینجام یا اینجام یا اینجام یا اینجام یا کجا. خب اینو که پیدا کردی میای نگاه میکنی که ببینی این متوسطه از اون ترشولد مینیمومه کمتره، یعنی اگه متوسطه اینجاست خب چیکار میکنی؟ میگی من بسته رو حتما میذارمش تو صف. اگه این اوریجه از اون ماکسیموم ترشولد بیشتره بسته رو دراپ میکنم، اگه این بسته این متوسطه یه جای این وسطه، میام پکت دراپینگ پروبابیلیتی رو حساب میکنم، مثلا اگه اینجا باشه دراپینگ پروبابیلیتیش میشه اینقدر، این اندازه رو حساب میکنم، مثلا احتمال دراپش میشه فرض کنید 1/10. وقتی احتمال دراپش بشه 1/10 معنیش اینه که به احتمال 10% اینو باید دراپش کنی، به احتمال 90% اینو بپذیری. حالا میشه یه سکه میندازی ببینین الان شانسش اینه که بپذیرمش و نپذیرمش. اگه پذیرفته شد میذاریش تو کیو، اگر هم ریجکت شد که دراپش میکنی. خود دقت کنین تو این مکانیزم بعضی وقتا
بسته هایی هستن که تو صف جا هم هست ولی کیو نمی کنمشون. چیزی که تو صف میتونه بشینه و کیو نمی کنمش، در واقع منطقم چیه؟ منطقم اینه که جای صف رو خالی نگه دارم. به درد چی میخوره؟ به درد اینکه صف من برست میپذیره، یعنی ظرفیت پذیرش برستش افزایش پیدا میکنه. میتونین تصور کنین که رد یه حالت جنرالایز شده یه تیل دراپه، یعنی من تیل دراپ رو میتونم این همین شکلش رو بکشم، فقط این خطه به جای اینکه شی بشه اینجوری باشه، چجوریه؟ اینجوری صاف رفته اینجا، بعدش هم صاف رفته اینجا، درسته؟ بعد نکته جالب در مورد تیل دراپ چیه؟ این پارامتر و این، یعنی دو سر این خط پارامترهای دست منه. من ممکنه این ردمو اینجوری دیزاین کنم، ممکنه که اینجوری دیزاین کنم، ممکنه که اینطوری دیزاین کنم. حالا انواع اقسام حالت ها میتونه داشته باشه که من این کرو رو چیکارش کنم، این مینیمم رو کجا بذارم، این پی ام اکس رو کجا بذارم. اینا میشه حالا پارامترهای دیزاین رد که بستگی به شرایط شبکه حتی ممکنه شما اینا رو باهاش تنظیم هم داشته باشین، باهاش بازی کنید و مقدار مناسب براش رو پیدا کنید. پس رد در واقع یه الگوریتم کیو منیجمنت خیلی هوشمندانه که به شما یه درجه آزادیای میده واسه اینکه بتونین بهتر از شبکه استفاده کنید. من یه مثال براتون اینجا از یه مقاله آوردم برای اینکه فقط یه احساس بکنید از اینکه رد چجوری واقعا توی دنیای عملی پرفورمنس نشون میده. توی این مثال توپولوژی شبکه در واقع اینجوریه. یه دونه سینک داریم، چهار تا سورس داریم، اینا FTP سرور هم، این FTP سرور هم میشه از توشون فایل دانلود کرد. این چهار تا FTP سرور آمدن توی یه راوتر، این راوتر هم با یه دونه لینک وصل شده به یه دونه سینک که مثلا میتونه یه کلاینتی باشه که داره از توی این راوتر ها فایل دانلود میکنه. حال تو این مثال خاص فاصله این راوترها تا این FTP سرورها با هم متفاوته، در نتیجه دیلی بین اینا مثلا یکیش 1 میلی ثانیه است، یکیش 4 میلی ثانیه است، یکی 5 میلی ثانیه است، یکی 8 میلی ثانیه. خب بعد این لینک ها هر چهار تاشون 100 مگابیت پر سکندی هست، بعد این لینکی که بین اینجا و اینجاست 45 مگابیت پر سکندیه. میتونین تصور بکنین که وقتی این سینکه شروع کنه از هر چهار تا اینا فایل دانلود کردن، چون این لینک ها 100 مگن، این لینک 45، حتما توی این راوتره من کانجسشن خواهم داشت دیگه، چون ترافیکایی که از این طرف وارد این راوتر میشن موقعی که میخوان از این طرف بیان بیو کانجسشن خواهند داشت، چون ظرفیت این بنز 4 تا از اینا نیست. مکانیزم FTP هم اینجوریه که در واقع فایل ها بسته بسته میشه، به گیرنده میرسه، گیرنده هم فوری براشون اک میفرسته. بسته ها هم بسته های 1000 بایتی فرض شده یا داریم. حالا این محور تروپوته. خب تروپوت یعنی چند درصد ظرفیت این لینک یوتیلایز شده. این محورم محور تأخیر متوسط بسته هاست که به طور متوسط بسته ها چقدر طول کشیده تا به مقصدشون رسیدن. اول آمده توی اون کیوه، توی اون راوتره بافر فایفو گذاشته و این بافر فایفو رو مدیریت بافر رو به روش تیل دراپ انجام داده، طول بافر رو بین 15 تا 140 تا بسته جابجا کرده. 15 بسته یعنی بنز 15 هزار بایت فقط توش جا وجود داشته، 140 یعنی 140 هزار بایت اونجا
برای بافر جا گذاشته. این نقطه های سیاه دیلی تروپوت کرو مربوط به موقعی که شما فایفو دارین استفاده میکنید. شما به تدریج که طول اون کیو هر رو زیاد میکنید تروپوتتون زیاد میشه، ولی دیلیتون هم خیلی خیلی داره زیاد میشه. تو این نقطه نها کنین، تروپوتتون نزدیک مثلا 85% هست، ولی دیلی 13 میلی ثانیه هست، متوسط دیلی. حالا توی حالت دوم، توی اون راوتره مکانیزم بافر منیجمنتش رو گذاشته، از رد استفاده کرده و بعد این رد سایز بافر رو گذاشته همون 100 بسته، ولی آمده این مینیموم ترشولد رو بین 3 تا 50 عوض کرده، ماکسیموم هم گذاشته 3 برابر مین، پی ام اکسش هم فیکس گذاشته. درچه تو حالتهای مختلف شیب این کروه، یعنی با این بازی کرده، سناریوهای مختلف این که در واقع اینو چجوری بچرخونیمش، اینجا اینو هی سناریوهای مختلف گذاشته و نتیجهش رو بررسی کرده. حالا ببینید در مورد رد چه اتفاقی افتاده. در مورد رد این نقطه تو خالی هست که اگه نگاه کنین می‌بینیم پرفورمنس نزدیک همون 8500 تأخیره توی این اوردر متوسطش، یعنی کمتر از شاید هلوش نصف اون یه حدود یه سوم تأخیره، یه سوم یه ذره بیشتر. نتیجه پرفورمنس اوورال شبکه بهتر شده، متوسط دیلی صفحه هم کمتر شده. نتیجه رید یه الگوریتمیه که میتونه با یه مکانیزم خوبی پرفورمنس شبکه رو بهتر بکنه. بله. تو این مثال خاص نه، این کار نکرده، مینیموم ترشولد رو بین 3 تا 50 بسته، تو چند تا استفاده عوض کرده. خب تو این کار خاص، یعنی یه دفعه گوشته 3 سیمولیشن رو ران کرده، یه دفعه گوشته مثلا 10 ران کرده، 15 ران کرده، نه چه به ازای حالت مختلف این نقاط خالی رو به دست داره. منتها نکته مهم رد اینه که حالا شما ممکنه الگوریتمایی رو بتونین دیولپ بکنید که بر اساس شرایط شبکه پارامترایی مثل این مینیمم ترشولد و پی ام اکس رو باهوش تر ست بکنه اگه بشه نشون داد، و یه عالمه مقاله واسه این کار وجود داره که سعی کردن با پارامترای رد بر اساس شرایط شبکه بازی کنن. وقت شاید بد نباشه اینو بهتون بگم. حالا نگاه یه سیستم کنترلی میشه. حالا تو این سیستم کنترلی مدل سازی چجوری میشه؟ مدل سازی اینجوری میشه. من یه نتورک دارم که این نتورک یه عملکردی داره. من یه پارامترایی از این نتورک رو میتونم ازش فیدبک بگیرم. روی این فیدبک یه کارایی انجام بدم و یه سری از شاخصای این نتورک رو عوض کنم و رفتار این نتورک رو مشاهده کنم. مثلا ناکنید تو این مثال اینجا، این نتورک منه، خب مشاهداتی که من انجام میدم دیلی و تروپوته، درسته؟ پس من میتونم زوجهای دیلی و تروپوت رو مشاهده کنم، این مشاهده هامو فیدبک بدم به یه الگوریتمی که اون الگوریتم پارامترای رد منو عوض کنه. یعنی اینجا هم رد سه تا پارامتر داشت دیگه، مینیمم ترشولد و ماکسیمم ترشولد و پی ام اکس. این پارامترها رو میخوایم باش بازی کنیم. بعد این نگاه که من دارم میگم اینم میشه اون مکانیزم کنترلی من. حالا این میره تو زون متخصصای کنترل که میگن ما چه نوع الگوریتمای کنترل روی این مشاهداتمون اعمال کنیم که وقتی اون پارامتر رو عوض میکنیم به سمت بهتر کردن این پارامترامون بشه. وقت این اونجاییه که خیلی
کنترل و کانسپت های نتورک به هم نزدیک میشن و یه عالمه آدم روی این کار کردن. یعنی این مباحث تئوریتیکال خیلی سنگین بر اساس نظریات کنترل و کاربردش توی شبکه وجود داره که وریابلای تو پارامترهای شبکه رو من باهاشون به طور هوشمندانه بازی کنم که پرفورمنس های شبکه رو افزایش بدم. یعنی این نوع مدل خیلی وقتا توی مقالات و کارها می‌بینی مورد مشاهده قرار گرفته و خیلی هم کارهای ریاضی خیلی سنگین روش انجام میشه و بحث‌های خیلی پیچیده‌ای داره. بله بله بازم همین هم هست. بله یعنی اینجوری نیست که بگیم بعضی وقتا ردو اعمال میکنیم بعضی وقتا نمیکنیم، نه رده کلن داره این کار رو کانستینیوسلی واسه همه انجام اوورال پرفورمنس بهتر میشه. اون وقت حالا ببینین با رد یه کارای جالبتری هم میشه کرد. مثلا این مثال رو ببینین، شما ممکنه بگین که من برای یه پروفایل خاص بسته ها میام شرایطی رو تعیین میکنم، میگم که آقای یوزر سرویس شماره 18 شما یه نرخی از داده با یه شرایط زمانی اجازه تو شبکه بفرستید. خب حالا میام مانیتور میکنم آنچه که برای اون استریم داره وارد شبکه میشه و اگر که اون استریمی که داره وارد شبکه میشه اون شرایطی که ما با هم قرار گذاشته بودیم و رعایت میکنه، موقعی که دارم توی بافر میگذارم اون بسته ها رو، میام از یه مدل خاصی از رد استفاده میکنم. اما اگر داشت بیش از اونی که با هم قرار گذاشتیم میفرستاد، از یه مدل دیگه یه رد براش استفاده میکنم. الان این مدل رد رو میبینین؟ این شانسای دراپش خیلی خیلی بیشتر از اینه. میبینین؟ هم مینیموم ترشولدش از این کوچیکتره، هم پی مکسش از این بیشتره. یعنی به ازای یه مقدار متوسط بافر شما ممکنه اگه از این پروفایل استفاده کنی برای رد اصلا چیزی رو دراپ نکنی، اما اینجا اگه دراپ بکنی به احتمال مثلا 40% اون بسته رو دراپ میکنه. درسته؟ نتیجه ایده دیفرنشال دراپینگ اینه، میگه شما برای یه بسته های ورودی میتونی پروفایلایی رو بذاری، بعد اگه یه بسته یه استریمی یا یه فلوی از اون پروفایلش تجاوز کرد، شما نوع برخوردت برای دراپ کردن رو از این پروفایل رد استفاده کن، اگر کانفرم میکرد از این استفاده بکن. درنچه این نگاه باز دست ما رو توی برخورد با نحوه دراپ کردن بسته ها در شرایطی که میخوایم به یه استریم خاصی پروفایل مشخص رو اعمال بکنیم باز خواهد گذاشت. خب کانجستشن کنترل چیه؟ کانجستشن کنترل یکی از بحث‌های خیلی مهم و خیلی پیچیده کیفیت سرویسه. اصولاً ما موقعی که توی شبکه شرایط شبکه به نوعی میشه که بار در نقطه ای از شبکه بیش از اندازه ای میشه که در اون نقطه قابل پردازش و در واقع جا به جایی هست، توی اون نقطه دچار ازدحام میشه. یه مثال خیلی بارز ازدحام همین مثالی که من اینجا زدم، که شما باری که از طرف این 4 تا FTP سرور دارین روی این راوتر میریزین، یقیناً بیش از باریه که میتونه توی این جهت به سمت سینک من فوروارد بشه. به همین دلیل توی این شبکه من این یه نقطه ازدحامم هست، حتی اگر هر کدوم این FTP سرورها فول لود نباشن. اگه اینجوری بشه نتایج خیلی نامطلوبی توی شبکه درست میشه و ما اصولاً یکی از کارهای مهممون برای تضمین کیفیت سرویس در شبکه ها اینه که کانجستشن رو سعی کنیم یا رخ نده یا اگه رخ میده خوب مدیریتش کنیم. نتایج کانجستشن نتایج خیلی پیچیده‌ای میتونه باشه. افزایش سایز کیو ها توی نقاط باتلنک، تأخیر زیادی بسته ها، این که بسته ها در واقع پکت لاس داشته باشیم به خاطر اورفلوی در واقع بافر هامون و این که اون اسپسیفیکیشن های کیفیت سرویسی که برای اون استریم هامون لازم داریم و واقعا دیگه نمیتونیم بهش عمل کنیم و اینا خب خوب نیست.
لذا ما خیلی دوست داریم که ترافیک رو یه جوری کنترل بکنیم که شرایط کانجسشن توی شبکه پیش نیاد، یعنی کلن از کانجسشن جلوگیری کنیم. ولی از اونجایی که میدونیم که ممکنه کانجسشن با وجود تلاش ما باز رخ بدهد، مدیریت بحران یا مدیریت ازدحام کماکان جز اولویت‌های ما خواهد. خب یکی از چیزایی که شما میتونین بگید که من انجام میدم برای اینکه جلوی کانجسشن رو بگیرم اینه که ترافیک رو زیادی کنترل کنی. ترافیک رو زیادی کنترل کنی یعنی اینکه محدودیت‌های خیلی سنگین روی نوع ترافیک و پروفایلاش بذارین، و این در بسیاری از موارد نتیجه‌اش این میشه که شما از منابع شبکه‌تون به اندازه کافی استفاده نمی‌کنین. یعنی میشده تو شبکه بیشتر خدمت گرفت، از شبکه تورپوت بیشتری داشت، ولی چون شما کنترل خیلی شدید دارین میکنین واسه اینکه ازدحام رخ نده، خب شبکه از اون منابعش خیلی استفاده نمیکنه. مثل این میمونه که مثلا فرض کنیم بگیم ما برای اینکه جلوی ترافیک تهران رو بگیریم از فردا صبح همه شرایط در همه روزها مستقل از همه چیزها مثلا طرز زوج و فرد از در منازل اجرا میکنیم، خب آره این یه مقداری شاید تأثیر داره که در بعضی از نقاط شهر ترافیک کم بشه، اما اوورال که نگاه میکنیم اینیم خب یه مقدار زیادی از ترانسپورتیشن هایی که میشده با ماشین انجام بشه در خیابون هایی که ظرفیتشو داشتن جلوشو گرفتیم. خب این شاید خیلی وقتا خوب نباشه. از اون طرف اگه بگیم اصولا ما در هیچ جایی هیچ محدودیتی نداریم و هیچ کاری نداریم، خب میبینیم که در بسیاری از نقاط شهر انقدر ماشین میره که کلن شهر قفل میشه. لذا کانجسشن کنترل اصولاً یه تعادلی است بین این که جلوی شرایط بحران و غیر مناسب توی شبکه گرفته بشه و از اون طرف تا جایی که شبکه جا داره امکاناتش استفاده بشه، و این بالانس بسیار مهمه. یعنی این نکته خیلی مهمی که حالا توی پژوهشتون هم خیلی وقت شاید باش مواجه باشین اینه که کانجسشن کنترل یه طرف پشت بوم کانجسشنه، یه طرف دیگه‌اش آندر یوتیلایزیشن نتورک، از هر دو طرفش نباید بیافتیم. اگه بخوایم جلوگیری از کانجسشن بکنیم ولی انقدر شبکه رو آندر یوتیلایز بکنیم که یه عالم از ریسورساش مصرف نشده باشه، اون وقت اینم خوب نیست، اینم مطلوب نخواهد. هدف اصلی در واقع کانجسشن کنترل یا اصولا فلو کنترل اینه که شما سعی بکنین که رفتار گذرای استریم ها توی شبکه رو کنترل کنین، و این رفتار گذرای استریم ها توی شبکه کنترلشون حتما باید به صورت غیر متمرکز انجام بشه. چرا استریم ها توی شبکه باید غیر متمرکز کنترل بشن؟ چون اصولا استریم ها از مبادی مختلف به مقاصد مختلف توی شبکه در حال جریان هستن و هیچ یک شخصی کنترل همه استریم های شبکه رو نداره. بخاطر همین یه بخش خیلی مهمی از کانجسشن کنترل اینه که ما قواعد ارسال استریم ها توی شبکه رو یه جوری بکنیم که اگر اون قواعد توسط همه این نودهای دیستریبیوتد رعایت شد، اوورال رفتار شبکه ازدحام توش کمتر رخ بده یا اگه ازدحام هم رخ داد به سرعت ریکاور بشه. اصولاً یه مفهومی به نام سشن توی کانجسشن کنترل خیلی موضوعیت داره. این سشن در شرایطی که ما ویرچوال سرکت داشته باشیم میشه همون یه ویرچوال پاتی که توی یه شبکه کانکشن اورینتد داریم، مثل یه شبکه ATM که شما یه ویرچوال پات بین دو تا نقطه ستاپ می‌کنین، توی اون ویرچوال پات ویرچوال سرکت رو ستاپ می‌کنین و کانکشن‌های دو طرف رو برقرار می‌کنین. حالا هر اون چه که بین اینا جابجا میشه در واقع میشه یه سشن. اما بعضی وقتا هم یه سشن مربوط به یه کانکشن TCP میشه که دو سر یه نتورک IP زده میشه، یعنی در از یه مبدأ به یه مقصدی یه کانکشن TCP برقرار میشه و تا موقعی که این کانکشن TCP برقراره یه استیت کانکشن بین این دو تا نقطه وجود داره و بین اینا ما در واقع میگیم سشن. کانجسشن کنترل و فلو کنترل در واقع دو روی یه سکه هستن. یعنی شما برای اینکه جلوی ازدحامو بگیرین حتما باید مکانیزم‌های مناسبی برای کنترل جریان داده‌ها بین نقاط مختلف شبکه داشته باشین. چرا؟
به خاطر اینکه اصولا ازدحام ناشی از عمل کرده بر هم نهاده فلوهای شبکه است. چون فلوهای شبکه هستن که جمع بر هم نهادشون تو بعضی از نقاط کانجشن درست میکنه، لذا مدیریت مناسب ازدحام باید توسط مدیریت مناسب فلوها توی شبکه ایجاد بشه. لذا یه بخش خیلی زیادی از تلاشی که توی دنیای IP تو دنیای نتورکینگ انجام شده اینه که برای مدیریت مناسب ازدحام بپردازیم به مکانیزم های مناسب کنترل جریان داده بین نقاط ابتدای انتهایی یا نقاط میانی شبکه. این در واقع الگوریتم های کانجستشن کنترل، یکی از چالش های خیلی مهمشون اینه که باز از یه طرف باید سعی کنن که کیفیت سرویس های سشن های مختلف رو رعایت کنن و از یه طرف دیگه هم عدالت توی شبکه رعایت بشه. من این مثال رو شاید یادتون باشه تو درس شبکه هم خدمتتون عرض کردم، رعایت شدن عدالت توی ارائه خدمات توی شبکه یه موضوعیت جدی داره. یعنی اگر ما بگیم میخوایم توی شبکه کیفیت سرویس رو تضمین کنیم و نتیجهش این بشه که شما منابع شبکه رو چنان اختصاص میدهید به سرویس های دارای کیفیت که به اون چه که باقی میماند که مثلا سرویس های بست فرستتون باشه هیچی نرسه، خیلی وقتا از نظر مصرف کننده ها اینم قابل قبول نیست. شاید من یه مثال خیلی ساده ای بخوام بزنم اینه، مثلا بگیم که ما میخوایم خدمات بستر IP شهری تهران رو به نوعی تنظیم بکنیم که کیفیت سرویس بعضی از خدمات مثلا مثل ای بانکینگ، مثل ای هلف، مثل ای گاورمنت با تضمین بسیار عالی برقرار بشه و شرایط شبکه را به گونه ای خواهیم کرد که به دلیل تضمین کیفیت سرویس اونها در مواقع خیلی زیادی شهروندان معمولی که دارن همینجوری وب براوز میکنن سرویسشون قطع بشه. خب میگیم نه این خوب نیست. ها؟ یعنی ما سرویس های بست افرتمون میخوایم کماکان یه چیزی باشه در این حال اون کیفیت سرویس رو هم حفظ کنیم. و باز رعایت این تعادل بین اینها میشه یه مسئله که باید بعضی وقتا به جدی فکر کرد که چجوری میشه ما هم تضمین سرویس خوب داشته باشیم، هم اینجوری نشه که به خاطر اون تضمین سرویس خوب اون سرویس های معمولی اصولا خدماتی بهشون نرسه. اصولا توی کانجشن کنترل همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم دو مدل داریم، یه مدل کلوز لوپه، یه مدل اوپن لوپ. توی مدل های کلوز لوپ شما در واقع کاری که انجام میدین اینه، میگین ما اصولا برای مدیریت بحران یا مدیریت ازدحام، هی من مدیریت بحران رو به کار میبرم به خاطر اینکه در خیلی از شبکه ها ازدحام یه بحران محسوب میشه و یه شرایطیه که شما دوست دارین خیلی سریع ازش عبور کنین و در شبکه مستدام نماند، ادامه پیدا نکنه. شرایط یعنی توی مدل کلوز لوپ شما دوست دارین که اگه توی شبکه ازدحام رخ داد با مکانیزمای تعاملی که این تعامل میتونه بین مبدأ و مقصد فقط صورت بگیره و میتونه نودای شبکه هم توش دخالت کنن، ولی یه تعاملی از سورس، نتورک و مقصد به همدیگه کمک کنن که از شرایط بحران در بیان یا جلوی ورود در شرایط بحران رو بگیرید، این میشه مدلای کلوز لوپ. توی مدلای کلوز لوپ شما فیدبک مستمر از وضعیت کانکشن ها، وضعیت تبادل داده ها، وضعیت شبکه لازم دارید. خب در نتیجه این فیدبک در یه ساختار کنترلی عملکرد فرستنده رو تحت تاثیر قرار میده. مدل های اوپن لوپ مدل هایی هستند که میگن ما قبل از ایجاد یک سشن مذاکرات مبدأ و مقصد رو انجام میدیم، نودهای شبکه در این مذاکرات دخالت داده میشن، منابع شبکه به مقدار مناسب ریسورسش رزرو میشه، بعد اون وقت اجازه میدیم که این ارتباط برقرار بشه. در نتیجه اینجوری نیست که مستمرن در حال انجام اون کار وضعیت شبکه رو هی پایش کنیم، هی بگیم حالا چیکار کنیم، حالا چیکار نکنیم. یه بار توافق اولیه رو میکنیم، میگیم این استریم از این مبدأ به این مقصد با این شرایط مثلا اینقدر نرخ دیتا، اینقدر نرخ پکت لاس برقرار بشود.
همه نودا منابعشون رو به این کار اختصاص بدن که بتونن این تضمین رو بدن، شبکه هم شروع کنه به اون کار انجام دادن. فقط نکته ای که هست اینه که طبیعتاً ما باید مکانیزمای پولیسینگ رو حتما داشته باشیم، یعنی مواظب باشیم که سندر یا اون کسی که داره داده هاشو میفرسته مشخصات اون پروفایل خودش رو حفظ بکنه در طول تبادل داده، که این میشه همون فرآیند پالیسینگی که در ورودی های شبکه حتما اعمال خواهیم کرد. و همونطور که مثلا توی اسلاید قبل عرض کردم، اگر که یه شبکه ای ورودی هاش از اون پروفایل مورد نظر تخطی کردن، حالا شما ممکنه برخوردهای خشنتری مثل این نوع برخورد باشون انجام بدین، دراپ بیشتری روشون انجام بدین و یه کاری بکنید که توی اون پروفایل مورد نظرشون قرار بگیرن. پس کلن فلسفه های طراحی ما توی برخورد با ازدحام، بعضیاشون کلوز لوپ و بعضیاشون اوپن لوپ، و ما توی در واقع بحث کلوز لوپ بیشتر الان من میخوام تمرکز کنم. توی کلوز لوپ ایده داستان اینه که من میخوام از طرف فرستنده حجم و نوع ارسال داده ها، یعنی اینکه چه مقدار داده رو بفرستم و این داده ها چه مقدار برستی باشن، اینا رو با توجه به فیدبک های مستقیم و غیر مستقیم از طرف شبکه در واقع تنظیم بکنم. این کار رو معمولا ما توی لایه ترانسپورت انجام میدیم. در نتیجه عملکردهای کانجسشن کنترل در لول نتورک تا حدود خیلی خوبی به عملکرد ترانسپورت لایر برمیگرده، که ترانسپورت لایر به عنوان یه لایه اند تو اند که یه طرفش توی مبدأ اولیه یه طرفش تو مقصد نهایی هست، با تبادل فیدبک های مناسب وضعیت شبکه و رخدادهای اون رو به نوعی مانیتور بکنه که بتونه عکس العمل مناسب نسبت به رفتار شبکه داشته باشه. حالا این الگوریتم های ویندو رو چون یه تنوع خیلی وسیعی دارن، من دفعه بعد واردش بشم و یه ذره مفصل‌تر در خصوص تی سی پی خدمتتون عرض بکنم. خسته نباشید. اسکیجول